سلام به بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید و برنامه نبعدام. بینندگان محترم، با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و رعایت اصول مراقبتی، برنامه این هفته نبعدام به صورت متفاوتی تقدیم شما عزیزان میشه و حاصل دورکاری همکاران ما در استودیوی استکهلم. در برنامه این هفته با حسن صالحی، سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام، در خصوص زندانی سیاسی سهیل عربی و همچنین اعدام زندانی سیاسی مصطفی سلیمی گفتگو خواهیم کرد و در رابطه با فعالیت‌هایی که تاکنون ستاد مردمی مبارزه با کرونا در ایران انجام داده از ایشون سوالاتی رو خواهیم پرسید. با ما همراه باشید. حسن صالحی، به این برنامه خوش آمدید. خدمت شما همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. اگرچه به قول شما برنامه قدری غیر متعارفه، ولی به نظرم خیلی طبیعی و زنده است. تو خونه شما نشستیم، منم تو خونه نشستم و گفتگو میکنیم. بله، در این شرایط این بهترین کاری بود که میشد انجام دادم. با حسن صالحی با خبر شدیم که سهیل عربی، زندانی سیاسی، پس از یک وقفه کوتاه در اعتصاب قضای اعتراضی خود، از روز 15 فروردین ماه مجدداً دست به اعتصاب قضا زده و متاسفانه در 10 روز اعتصاب قضا در پی خونریزی معده به بیمارستان منتقل شده و از وضعیت کنونی وی اطلاعاتی در دست نیست. میشه در رابطه با موقعیت فعلی او در شرایطی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده در زندان و در رابطه با اعتصاب قضای این زندانی برای بینندگان توضیح بدید؟ بله، میدونید که سهیل عربی یه زندانی سیاسی خیلی شناخته شده، ایتیست و منعقد مذهب و دین و اسلام هستش و ایشون سالهاست که در زندان، از آبان سال 1392 در زندان هستش. الان تقریبا 7 سال میشه و آخرین خبری که متاسفانه الان هست، یعنی امروز که ما داریم این گفتگو رو انجام میدیم، 26 فروردین، طبق اخباری که منتشر شده سهیل عربی رو از زندان بزرگ تهران گفتن، صداش زدن و منتقلش کردن جای نامعلومی. اول بهش میگن که میبریم زندان سپاه پاسداران و بعد میگن که نه، میخوام ببریم بیمارستان. و این خیلی جای نگرانی داره که الان تو اون لحظه‌ای که من دارم این گفتگو رو با شما انجام میدم، از سرنوشت این که به کجا دقیقا منتقل شده اطلاعات دقیقی نیست. به خاطر بیارید که سهیل عربی رو یه بار دیگه هم اینطوری منتقلش کردن که معلوم شد بردن زندان سپاه و اونجا مورد ضرب شدت قرارش دادن و یا عارضه فیزیکی به بدنش وارد بودن در نای بیزش و این عارضه ماندگار مونده و هنوزم ایشون داره رنج میبره. باید منتظر بمونیم که اخبار چی میگه و اخبار آخرین اخبار رو بتونیم بعد منعکس بکنه. ما این رو خیلی با دقت، این تحولات رو کمیته بین‌المللی علیه اعدام را با دوستانمون در نهادهای دیگه دنبال خواهیم کرد. همونطور که شما گفتید، ببین سهیل عربی در مدت اخیر چند مرتبه اعتصاب قضا کرد و یه دوره متوقف کرد و روز 15 فوریه دوباره اعتصاب غذای خودش رو شروع کرد که اعتصاب غذای خشک و تر بود، یعنی نه آب می نوشید نه غذایی، تا اینکه روز 21 فروردین ایشون تصمیم گرفت که آب بنوشه. اگرچه حتی همون آبی هم که می نوشید می خورد بالا می آورد، یعنی معده‌اش نمی تونست تحمل بکنه، و ولی قول و وعده‌هایی بهش دادن و فلان، اینا اعاده دادرسی بشه و فلان، اینا
ایشون خورد نوشیدن آب را از سر گرفتن. وقتی شما گفتی 22 فروردین بود که بیمارستان فیروزی فیروزآبادی تهران منتقلش کردن، یک شبانه روز اونجا بود، یه روز بعد باز دوباره منتقلش کردن که تا امروز که روز 26 فروردین هست من و شما داریم گفتگو میکنیم، به یک جای نامعلومی منتقلش کردن. و خب تو اسفند ماه هم، اواخر اسفند هم، ایشون یه دفعه دیگه بردم بیمارستان خمینی در تهران. اونجا به دلیل همون لطمات فیزیکی که آسیبای فیزیکی که به دلیل ضرب و شد متحمل شده و قبلا، و اونجا بیمارستان از پذیرش اون چیز کرده و سر باز زده بود و گفته بود که هزینه بیمارستان رو پرداخت نکرده زندان و بنابراین ما نمیتونیم بپذیریم. بعد این بیماری هم که داره، ترومای بلند، آیه سهیل عربی، اینا خودشون گفتن که خودت باید هزینه اینو بدی. یعنی زندانبانان جمهوری اسلامی، مسئولین زندان جمهوری اسلامی گفتن خودش باید هزینه اینو بده که چند میلیون میشه، ولی مبلغ کمی نیست، مبلغ زیادی هست، در حالی که طبق خود قوانین جمهوری اسلامی هم اینا موظفن سلامتی زندانی رو حفظ بکنن و موظفن بدن. به هر حال اون چیزی که مسلمه در طول این دوره اخیر، آقای سهیل عربی وبلاگ نویس و زندان سیاسی در زندان فشافویی تهران، بارها پیام‌های را از زندان به بیرون مخابره کرد که در سطح وسیع هم منتشر شده و ایشون گفته بود که گناه و جرم مرتکب نشده جز اینکه روزنامه نگاری کرده و حقیقت به مردم گفته. و اینکه در یکی از نامه‌هاش گفته بود که اینا میگن فقط زندانی های شرور و خلافکار خیلی شرور رو در زندان ها نگه داشتن، خیلی را آزاد کردن. ایشون اشتراکی کرده بود که اینطور نیست، من خودم که از زندانی هستم، آتنا دائمی، اسامی رو لیست کرده بود که همه ما میدونیم اسامی چیه و گفته بود اینا در زندان هستن. و برحال همونطور که گفتم 7 سالی هست تو زندانه و تا سال 4-5 سال دیگه هم حکم زندانش ادامه داره. راسته، چون که علاوه بر اون دلیلی که اینه گرفتن، نقد و یا اعانت به پیامبر اسلام و دین اسلام و فلان اینها، گفته بودن که 2-3 بارم دوچار جرم شده تو زندان به قول اینا و احکام تازهی براش صادر کردن و متاسفانه حکم زندانش بیشتر از این شد. یعنی 1404 خرداد 1404 ایشون از زندان آزاد میشه. برام میخوام این خلاصه بگم، باستاب زیادی داشته، همین اعتصاب قضاش، همین نامه هایی که داده، همین الان کمپین هایی را افتاده و حساسیت هم الان بیشتره با توجه به شیوع کرونا در زندان ها و مردم توجه میکنن، خواهان آزادی زندان سیاسی هستن، خواهان تعطیل شدن زندان ها هستن و جنب جوشی در جریانه که ما اعمال فشار بکنیم که جمهوری اسلامی در تجدید نظر بکنه. و این زندانی رو که در طول 7 سال گذشته یک بارم برای دیدن فرزندش، دخترش، به مرخصی نیامده، حداقل مرخصی بشونن بیاد بیرون. ایشون گفته اگر حتی من اعتصاب غذا من بشکنم، همیشه نمیتونم چیزی بخورم چون که دخترم جلوی چشمم میاد. و این بسیار بسیار دردناک و تاسف‌باره و این نشون میده این حکومت چقدر حقیقتا ضد انسانیه که به نیازهای انسانی یک زندانی سیاسی پاسخ نمیده. بله، زندانی سیاسی دیگری به نام مصطفی سلیمی که از زندان سقز به همراه 10 نفر دیگه از بیم این بیماری مهلک گریخته بودن، با همدستی عوامل حکومت اقلیم کردستان عراق دستگیر شدن و به جمهوری اسلامی تحویل داده شد این زندانی سیاسی و متاسفانه 48 ساعت بعد اعدام شد. به نظر شما در شرایط کنونی چرا جمهوری اسلامی دست به این عمل جنایتکارانه زده؟ ببینید، بذار من توضیح بدم مقدماتی در مورد همین مصطفی سلیمی. ایشون 53 سال سن داشتن،
و 17 سال آزگار بود که در زندان بود. ایشون رو سال 1382 به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان دستگیر کردند و 17 سال زندان بود. حکم اعدام بالای سرش بود، همطور که شما هم گفتید روز 8 فروردین همراه با 80 زندانی دیگر زندان سقز فرار میکنه. بعد برای اون چیزی که این موج شورش ها در زندان ها فقط محدود البته به سقز هم نبود، در شهرهای دیگه خرم‌آباد، علی گودرز، همدان، تبریز، اینها هم اعتراضاتی داشتیم و ایشون برای حفظ در اعتراض به شیوع به اصطلاح در نگرانی و بیم و حراس از شیوع بیماری کرونا در زندان، که این فرارها کاملا از نظر ما موجه است و درسته، قابل قبوله، و میره به کردستان عراق. به کردستان عراق میره و اونجا وقتی میره به کردستان عراق، نیروهای آسایش یا نیروهای امنیتی حریم کردستان عراق میان و میگن چون از شما از ایران اومدید باید بدید تست بدید، تست کرونا بدید. بعد به این بهانه ایشون رو میگیرن و پی میبرن. خب این زندان سیاسی فراری است. ایشون مدتی رو در پنجرین بوده، اینو برش میدارن میارن به یک منطقه مرزی سیرانبند در منطقه بانه است و اونجا با علارغم اینکه نیروهای اتحادیه میهن کردستان که اون بخشی که اونها حاکمیت دارن اشراف داشتن، اطلاع داشتن که ایشون قبلا عضو حزب دموکرات بوده، یک فعال سیاسی است و یک زندانی سیاسی است که حکم اعدام بالای سرشه، بیشرمانه این رو تحویل نیروهای سپاه پاسداران میدن و روز چند روز بعد تقریبا بعد از 10 روزی که از زندانشون فرار کرده بوده برش میگردونن و میارنش زندان سقر و اونجا یک دادگاه خیلی صحرایی مجدداً تشکیل میدن، چند سرپایی و حکم اعدام و اینکه بلافاصله ایشون باید اعدام بشه. روز 22 فروردین صدا میزنن، جرثقیلا رو میارن تو زندان سقز و خانوادش رو صدا میزنن، میگن بیان آخرین دیدار رو داشته باشید و اونجا ایشون آقای مصطفی سلیمی 53 ساله زندان سیاسی به خانوادهاش میگه که اینها حکومت اقلیمی کردستان و نیروهای یک اتحادیه میهنی کردستان بودن که منو تحویل نیروهای سپاه دادن و حاصل همچی زد و بندی. و روز بعد هم متاسفانه سحرگاه روز 23 فروردین ایشون رو اعدام میکنن. این که جمهوری اسلامی چرا اعدام میکنه، خب میدونیم جمهوری اسلامی رژیم اعدام رو همیشه اعدام کرده، ولی در این مورد مشخص یه اصرار ویژه داشتن، اونم این بود که این پاسخی بود به این موج فرار زندانیان از زندانها در نگرانی از بیم و هراس از شیوع کرونا در زندانها، و اینها میخواستن زهر چشم بگیرن، یک سیگنالی بدن، یک نشانهی بدن به زندانیان که اگر کسی فرار بکنه و همین سرنوشت دوچار خواهد شد. بسیار جانیانه ایشون رو اعدام کردن و همونطور که گفتم دادگاهی هم درست حسابی تشکیل ندادن و اصلا دادستانی شهر به اصطلاح سقز اصرار کرده بود که هر چه سریعتر باید این کار صورت بگیره. این یک عمل واقعا جنایتکارانه است توی جمهوری اسلامی که شاید یک تأثیرات موقتی داشته باشه ولی خشم زیادی رو برانگیخت. همین الانش هم در جامعه، در مدیای اجتماعی، در جامعه خشم زیادی برانگیخت. خانواده ایشون که روز بعد اینو خاک سپاری میکنم، تعداد زیادی به مراسمش اومده بودن، مردم انزجار و بیزاری خودشون از حکومت اسلامی، از اعدام و این جنایاتی که هر روز مرتکب میشه، اون هم در شرایطی که کرونا در کشور بیداد میکنه. مردم میگفتن حتی این جانیان از کشتن آدم ها در دوران کرونا دست بر نمیدارن، بلکه در کنار بیماری کرونا قرار گرفتن و از مردم جون میگیرن به خاطر اینکه جون به جای اینکه جونی رو در واقع نجات بدن. یک وجه دیگه این مسئله طبعا اون سیاست بیشرمانه‌ای که
حزب اتحادیه مهنی کردستان عراق، حکومت اقلیم کردستان عراق از خودش نشون داد و این زندانین سیاسی رو تحویل داد. البته ادله و بهانه میارن که ما نبودیم، این اتفاق اینطوری نبوده که گفته میشه در میدیا. مثل روز روشنه که سر یک زندانی سیاسی معامله کردن، از زیر میز حتما یه چیزی گیرشون اومده و جان یه آدم و یک آدم بیگناه رو اینا قربانی کردن. اینا شرم ندارن، اینا حیا ندارن. اینا حکومتشون در طول دوره اخیر حتی در کردستان چنان کثیف و ضد انسانی بوده که اعتراض و همگانی رو در همون حریم اقلیم کردستان برانگیخته و متعاقب چنین معامله کثیف و خونینی که کردن با جمهوری اسلامی، خیلی از مردم مثلا دلشون پره، فحششون میدن رسما در مدیای اجتماعی. من ده ها کلیپ دیدم پر کردن مردم به زبان کردی، میگن شما خائنی، منفوری، ننگ بر شما، لعنت بر شما، و حق دارن. حقیقتا این اولین بارشون نیست و با اینکه ایشون کرده، اونا خودشون رو کرد تلقی میکنن، حتی ناسیونالیست، حلقه ناسیونالیست نتونست به کمک این انسان بیاد و در واقع ماهیت ناسیونالیست اینجا اوریان شد که چقدر ضد انسانی و فقط به فکر خودش. ممنون از توضیحات کاملتون. یک ماه از شروع کار ستاد مردمی مبارزه با کرونا در ایران گذشته. میشه در رابطه با ضرورت تشکیل این ستاد و همچنین فعالیت های این ستاد که با استقبال زیادی هم روبرو شده برای بینندگان توضیح بدید؟ بله، ضرورت تشکیل این ستاد یک امر انسانی بود. اینو من تو مصاحبه دیگه هم گفتم. ما جمع شدیم، یه سری از فعالین اجتماعی از ایران و خارج، فقط هم خارج نیست، در خارج ستادش به لحاظ فیزیکی عمدتا در خارج مستقره، ولی ستاد مردمی مبارز با کرونا در ایران، ولی خب فعالین زیادی هم مثلا از ایران هست، جمعی بالغ بر 50 نفر از فعالین سرشناس، محبوب، شناخته شده اجتماعی در ایران و خارج کشور پای این بیانیه ستاد امضا گذاشتن. این ما خود جمع شدیم که کار انسانی بکنیم. حقیقتا ما جمهوری اسلامی رو همه میشناسیم، نتیجه برخورد جمهوری اسلامی رو در قبال سایر فجایع که طبیعی خوانده میشه، سیل و زلزله و اینها دیدیم و میدونیم که این رژیم به جان مردم اعتنایی نداره، به سلامتی مردم اعتنایی نداره. اگر خودش نکشه مردم، خودش که میکشه. حالا این اعدام مصطفی سلیمی در دوران کرونا یه نمونه دیگه است و تاریخ جمهوری اسلامی پر از کشت و کشتار زندانیان سیاسی و آدمای شریف و بیگناه در اون مملکت هست. بنابراین به اعتبار این ما فکر کردیم ما باید بیایم کمک بکنیم به مردم، صدای اون مردم باشیم، بی‌توجهی مسئولان در ایران رو به جهانیان گزارش بدیم و اطلاع رسانی بکنیم و در این حال خودمون بتونیم تا اونجایی که برامون ممکنه کمک های برسن. بنابراین در دو حوزه اطلاع رسانی در عرصه بین‌المللی و حوزه کمک های ارسال کمک های مالی به داخل ما فعالیت هایی داشتیم که میگم خدمتون. خب نامه‌ای نوشتیم به سازمان بهداشت جهانی، تماس هایی داشتیم با دولت های مختلف، وضعیت درمانی در ایران و از زبان پزشکانی که برای ما نامه نوشته بودن به زبان انگلیسی بازتاب دادیم به عرصه جهانی. همینطور در مورد وضعیت زندانیان، همین مواردی که هست که اینجا مورد سهیل و مسائل از این دست و کلن اینکه زندان ها تو ایران شرایط به شدت غیر بهداشتی داره، نگرانی عظیم وجود داره که به یک فاجعه انسانی تبدیل بشه زندان ها، به زندان ها باز تعطیل بشه و مسائل دیگه. اطلاع رسانی کردیم، تماس برقرار کردیم و خلاصه سهم خودش خوب بوده. این اطلاع رسانی خیلی هم خبر دارن و میدونن. بخش دیگرش کمک های مالی بوده که ما ارسال کردیم. ما شماره حسابایی رو و پیپلی رو اعلام کردیم که مردم کمک مالی بکنن و از طریق این کمک های مالی ما در 3-4 حوزه قلمرو ما کمک رو ارسال کردیم به ایران. یکی برای کادر درمانی بهداشتی کشور بود که بتونن با این کمک ها مثلا وسایل تجهیزات درمانی خودشون تهیه بکنن برای شهرهای مثل اهواز، لحیم رود، رشت، تهران، پیرانشهر،
شهرهای دیگه کردستان کمک ها ارسال کرده که ما اینو در یک گزارشی که گروه مالی ستاد ما خانم شعله پاکروان هستن، خانم مینا علی هستن، سیما بهاری هستن، یکی دو تا دیگه هم هستن حضور ذهن ندارم، اونها برای گزارش مالی خیلی خوب نوشتن در به اطلاع عموم رسوندن و تو اونجا در این هم قید شده که به خانواده های زندانیان سیاسی کمک کردیم، به بعضی کارگران ما کمک کردیم، به کودکان کار کمک مالی فرستادیم که بتونن تجهیزات بهداشتی لازم در اختیارشون گذاشته بشه و این اقدامات خیلی، حالا حجم پولایی که فرستادی شده شاید اونقدر زیاد نباشه ولی همون قدری هم که بوده واقعا مایه دل گرمی بوده، گفتن کار شما مهمه، انسانیه و هرچقدر هم کم فکر نکنید کمه، واقعا جون نجات میده و ما پیام های بسیار صمیمانه تشکر قدردانی دریافت کردیم. خب ما تا اینجای کار پیش اومدیم، هنوز کارمونو باز ادامه بدیم چرا که هنوز کرونا از ایران تو ایران داره جون مردم رو میگیره، ما تعداد بیشتری باید به ما ملحق بشن، کمک های مالی بیشتری باید به ما صورت بگیره که ما این کمک ها رو به ایران بفرستیم و موانعی هم هست سر راه کارمون، اونم این که خب بعضا مشکلاتی داریم برای ارسال به کمک به ایران که جنبه امنیتی داره، اینا رو سعی میکنیم راه حلایی براش پیدا کنیم دور بزنیم و ولی حقیقتا بهتون بگم کاری که این ستاد با توجه به این بی امکاناتی خودش، با اینکه دستش به امکانات و ثروت دولتی، امکانات و ثروتی که مثلا جمهوری اسلامی دستش میرسه به اون تو اون جامعه بند نیست، ولی خیلی کارایی کرده و هم قدردان و سپاسگزارن. حالا حسابشو بکنین که اگر همه اعضای ستاد بر مسند قدرت بودن تو ایران امروز حقیقتا چه جانهای زیادی رو میتونستیم نجات بدیم در مقایسه با اون اهمال و بیتوجهی جمهوری اسلامی. و این دور نیست، این دور نیست که این حکومت با همه اون خشم و نارضایتی که در جامعه میجوشه بلند بشه حکومت مندازه و صاحبان واقعی و نمایندگان واقعی خودش رو که افرادی نظیر همین کسایی که در ستاد جمع شدن و مسند قدرت برسن و امکانات جامعه رو حقیقتا به جای اینکه صرف تروریسم و حزب الله و مسجد و تکایا و بمب هستی و هزار و یک زهر و کوفت و زهرمار دیگه بکنن و تو جیب آقازاده ها بره و دزدی و اختلاس بشه، در جهت خدمت رفاه و آسایش مردم ما به کار بگیریم. ممنون که در این برنامه همراه ما بودید. سپاسگزارم. بینندگان محترم به پایان این برنامه رسیدیم. من نوشین کدخدایی به همراه همکارم حسین خدایی فر اوقات خوشی را برای شما آرزومندیم و باز هم پوزش می‌طلبیم اگر کم و کاستی در این برنامه با توجه به شرایط حاضر وجود داشت. شاد باشید.